در واکنش به اقدامات خصمانه اسرائیل سازمان جهانی نفی خشونت بیانیه‌ای صادر کرد سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با توجه به اقدامات ضد انسانی و خصمانه اسرائیل بر ضد فلسطینی ها طی بیانیه این اقدامات خشونت را محکوم کرد در بیانیه سازمان مسلمان آزاده که نسخه از آن برای شیعه ویوز ارسال شده آمده است اسرائیل اقداماتی ضد انسانی، خسمانه و غیرمسئولانه را بر علیه مردم فلسطین به کار گرفته و آنان را سرکوب می کند. ما از جامعه جهانی به ویژه حیعتها و سازمانهای قانونی و حقوق بشری می خواهیم، که بدون فوت وقت درباره رویدادهای مصیبت بار و نقض حقوق ملت فلسطین توسط رژیم ستمکار اسرائیل دخالت کنند و مانع از ادامه این رفتارها شوند این بیانی افزود همه میدانند که رژیم اسرائیل در برابر ملت بیدفاع فلسطین رفتاری توأم با تحقیر و استبداد در پیش گرفته و از انواع سرکوب ها شکنجه و حتی به زندان افکندن فلسطینی ها عبایی ندارد و با ارتکاب این جنایت ها سعی می کند سیاست های توسعه طلبانه خود را پیش ببرد که البته تشدید این اوضاع پیامدهای خود را خواهد داشت سازمان جهانی نفع خشونت ادامه داد بنابر پیگیری های صورت گرفته شماری زیاد از فلسطینیان به دست اموال رژیم صهیونیستی گرفتار هستند و این رژیم معترضان را به شدت سرکوب و شکنجه کرده و قداست و حرمت مکانی مقدس همچون مسجد الاقصا را نیز خدشدار کرده است مسلمان آزاده افزود سکوتی آزاردهنده و نفرت انگیز جامعه جهانی را فرا گرفته و حاکمان اسرائیل در سایه این سکوت با نقض حقوق شهروندان فلسطینی معترضان را مجبور به تسلیم در برابر خواسته های خود می کنند. سازمان جهانی نفی خشونت در پایان بیانیه خود آورده این سازمان اقدامات و تجاوز رژیم اسرائیل بر ضد ملت فلسطین را محکوم می کند و بر ضرورت متوقف شدن اقدام های سرکوبگرانه آزاد کردن مکان های اسلامی فلسطین و پایان کشتار و خونریزی چند روز اخیر تاکید دارد.